بسم الله الرحمن الرحيم. درس رسلي أحكام حج ميرسيم با واجبات حج. واجبات حج محصلين جرامي قرار زيلس. أول بستن إحرام از ميقات. طبعا پیش ما شما گفتیم که بستن احرام یکی از شروط صحت ادای حج هست، لیکن و بعض مردم احرام را از فرایض حج میگویند، لیکن بسته کردنش از میقات ای واجب است. میتوانند که حاجی صاحب از وقتی که از خانه خود حرکت میکنند از جای احرام بسته بکنند، میتوانند در میدان هوایی بسته بکنند، میتونن در طیاره بسته بکنن، لیکن وقتی که به میقات میرسه از اوجا بغیر از احرام پیش بدون احرام رفتن نمیتوانند و از اوجا احرام بسته کردن واجب هست. میقات چی را میگوید؟ در اطراف مکه معظمه حدودی که از پیش از طرف الله متعین شده و از اوجا بدون احرام کسی که اراده حج و عمره را داشته باشه نمیتونن پیش برود، او جاها را میقات میگه که جمعش مواقیت هست. دوم، وقوف در مزدلفه از طلوع فجر روز عید الى طلوع افتاب. ای هم واجب است وقتی که حجاج کرام در شب عید از عرفات پس برگردن، باید در مزدلفه بمانند، شب را در مزدلفه تیر میکنند. تمام شب تیر کردن سنت است، لیکن بعد از طلوع فجر تا طلوع آفتاب تا امی وقت ماندن ای واجب است. سوم، تراشیدن یا کوتا کردن موی سر در ایام نحر در سرزمین حرم. طبعا در روز عید بعد از زدن شیطان ها و بعد از قربانی باز سر خود را می تراشد، همی تراشیدن موی یا کم کردنشی هم از واجبات حج است. سعی بین صفا و مروه که هم به روز عید می شود، یعنی دهم ذوالحجه بعد از اینکه حجاج کرام فارغ شوند از زدن شیطان ها و از قربانی و بعد از این تراشیدن سر می رود به بیت الله شریف، اوجا طواف فرضی میکنند. بعد از طواف فرضی باز سعی میکنند. طبعا امی سعی بین صفا و مروه که هست ای از واجبات حج است. رمی جمار یا زدن شیطان ها که او هم 3 روز دوام میکنه، روز دهم عید، 11 عید و 12 عید، عفوا اول عید، دوم عید و سوم عید که دهم ذوالحجه، 11 ذوالحجه و 12 ذوالحجه می شود، ایرا شیطان ها را به سنگریزه می زند، ایرا رمی جمار میگه، ای هم واجب است. شروع نمودن طواف از حجر اسود. ما وقتی که طواف شروع می کنیم از حجر اسود شروع می شود با حجر اسود ختم می شود. امی شروع و ختم طواف از حجر اسود خودش از واجبات حج است. پاک بودن از حدث اکبر و اصغر، یعنی در وقت حج باید انسان خصوصا در وقت طواف انسان از حدث اکبر و اصغر پاک باشد، یعنی با وضو باشد و در حالت غسل هم نباشد. ستر عورت در وقت طواف و حج باید عورت خود را بپوشانه و اگر چی بود دیگه ای از چی واجبات حج است، قربانی کردن برای حجاج هم، یعنی ذبح کردن یک رأس گوسفند یا شریک شدن در گاو گاومیش یا شتر 7 نفر، این هم از واجبات حج است. خواندن 2 رکعت نماز بعد از هر طواف کی نماز طواف میگوید او هم واجب است. و طواف وداع برای آفاقی کسی هست که خارج از میقات زندگی دارد و طواف وداع یعنی طواف رخصتی بعد از اینکه مناسک حج خلاص می شود و از مکه رخصت می شود، آخرین کاری که حاجی می کند طواف است، او را طواف وداع یا و طواف رخصتی می گوید. 12 رعایت ترتیب بین زدن شیطان ها، قربانی و حلق. در مذهب امام ابو حنیفه ای واجب هست که اول شیطان زده شود در روز اول عید، یعنی دهم
ذلحجه بعد از این قربانی صورت بگیرد و بعد از این مویهات راشیده یا کم شود. امی ترتیب در مابین هم خودش در مذهب امام ابو حنیفه که مذهب ما و شما هست این واجب است. و 13 ذبح کردن در روزهای عید، یعنی اگر کسی بتواند قربانی در روز اول بکنند هم صحیح است، دوم و تاسوم، لیکن بعد از این باز قربانی صحیح نمی شود، تا 3 روز قربانی صحیح می شود. این بود واجبات حج. میم آلی به سنت های حج، طبعا سنت های حج زیاد است لیکن بعضشان که خیلی ضروری هست اینجا این او را ذکر میکنیم. اول غسل نمودن قبل از اینکه احرام بسته شود، یعنی غسل کردنی سنت است، و پوشیدن احرام به رنگ سفید این سنت است، خواندن 2 رکعت نماز سنت احرام وقتی که احرام بسته شود، باز 2 رکعت نماز خواندن این هم سنت است. طواف قدوم، قدوم یعنی امو طوافی که انسان اول میرسن، اولین طوافی که برسیدن مکه ادا می شود، این طواف قدوم هم سنت هست. بسیار طواف نمودن این هم سنت است، طبعا در دیگه مساجد حتی ما شما که میریم چی را ادا می کنیم، 2 رکعت نماز تحیت المسجد، لیکن تحیه بیت الله الحرام طواف هست و زیاد طواف کردن سنت است. هفتم برآمدن بعد از طلوع آفتاب بعد از روز ترویه، یعنی روز 8 ذوالحجه، از مکه به طرف منا و شب گذراندن در آنجا این هم سنت است. یعنی به روز 8 که ابتدای اعمال حج هست، بعد از اینکه آفتاب طلوع میکنن حجاج کرام، کسایی که حج نیت تمتو داره و از اموجا باز و کسایی که قران کلگی حجاج از مکه مکرمه به طرف منا میروند، امی ووج شب میگذرن، اردوی سنت است. خروج از منا الی عرفات در روز 9 بعد از طلوع آفتاب، یعنی بعد از طلوع آفتاب برآمدن از منا به طرف عرفات ای خودش سنت است. و زیاد تلاش نمودن در دعا و تزارو و زاری ای هم محصلین عزیز سنت است، چرا که در حج جاهای هست که در اوجه دعا قبول می شود، بعد انسان زیاد کوشش بکنند که زیاد دعا برای خود، برای والدینش، برای ملت و وطنش، برای امت اسلامی و برای بشریت و انسانیت بکند. محرمات حج در حالت احرام، یعنی چیزهایی که در حالت احرام برای حجی جایز نیست که بکند، این محرمات که هست بدون و هست، یک آن محرماتی هست که حجی برای خود او را مرتکب می شود و محرمات دیگه است که برای خود نه برای دیگران انجام می دهد. محرماتی که حاجی برای خود انجام می دهد که جایز نیست برش، مانند جماع نمودن یا همبستری بر با خانم خود، وقتی که حاجی احرام را بسته کرد بعد از این همبستر شدن با خانم خود برش تا که احرام در جانش است جایز نیست، یکی از محرمات یا ممنوعات احرام هست یا حج است. دوم دور کردن موی ها، وقتی که انسان در حالت احرام باشه باز هیچ نوع موی از بدن خود کنده نمیتواند و نه میسوزد، نمیتواند بسوزاند، نمیتواند با پاکی پاک بکنه، با ماشین پاک بکنه، با هیچ. گرفتن ناخن ها هم برشان حرام است، ناجایز است. استعمال خوشبویی هم ناجایز است و پوشاندن سر و روی برای مردهای هم ناجایز است و پوشیدن لباس های دختری هم برای مردها در حالت احرام ناجایز است. طبعا زنها در حالت احرام بدن لباس های عادی خود را می پوشاند، سر خود را می پوشاند و رویش اگر مردها شلوغ زیاد بود و خطر فتنه بود در وقت می توانند روی خود را هم بپوشند، ورنه در حالت عادی باید روی نپوشاند. دوم محرماتی که برای دیگران انجام داده می شود، مانند تراشیدن سر دیگران که خودش در حالت احرام است و سر دیگر را می تراشن، ای برش نادرست است. شکار کردن که کدام شکار را شکار بکنه با کسی یا همکاری در شکار با کسی دیگه، این همه چیزها از محرمات حج است. مبطلات حج چیزی که حج را باطل می سازد، ترک نمودن هر یکی از شرایط و ارکان حج حج را باطل می سازد. اگر کدامی از شرایط حج در انسان نبوده ترک کرده و یا کدام رکنی از ارکان حج تر شد، در حقیقت
حج باطل شد و باید این سال را ادامه بدهد و سال آینده حج را ادا بکند. فضیلت حج و عمره در اسلام. طبعا در مورد فضیلت حج احادیث زیادی است که ما با یک دو حدیث اکتفا میکنیم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده العمره الى العمره کفاره لما بینهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. متفق علیه. یه حدیث متفق علیه است، یعنی امام بخاری و امام مسلم هر دویش به صحت او اتفاق کرده. رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده عمره تا عمره، یعنی یک عمره تا عمره دیگر محو کننده برای آنچه که در میان آنها است از گناهان. اگر در یک از در مابین دو عمره انسان گناه میکنن، به عمره دومی خداوند همه گناهای را محو میکند و میبخشد. طبعا مراد از گناهای جا گناهای صغیره است. و حج مقبول و مبرور مکافات جز بهشت ندارد، یعنی کسی که حج مقبول ادا بکنن ضرور انشاءالله به جنت می رود. در حدیث دیگری که او از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. کسی که حج بکند و فحشگویی نکرده و فسق ننماید، مانند روزی که مادرش او را زایده بود، بی گناه باز میگردد.